سلام نمایشگاه ایران فرهنگ و تمدن‌های نخستین میان آب و بیابان در شهر بن برپا شده. آثار باستانی این نمایشگاه برای اولین بار در جهان به نمایش گذاشته شده. همراه من باشید تا شما رو 9000 سال به عقب برگردونم. تالار هنر و نمایش آلمان به بازدیدکنندگان نشان می‌دهد که ایران چگونه شکل گرفت. در این نمایشگاه با جواهرات یافته شده دو شاهدخت ایلامی با ظروف ارزشمند و تراشیده شده 4000 ساله از سنگ صابون در جیرفت یا بازی‌های محبوب بر روی تخته‌ای از چوب آشنا می‌شوید. همچنین با شکوه باغ‌های ایرانی و حیات‌های رویایی شرقی که برای اولین بار در غرب به نمایش گذاشته می‌شوند. فرق این نمایشگاه اینه که از پیش از تاریخ از دوره به ویژه نوسنگی تا قبل از هخامنشی رو اینجا در چهار دوره با رنگ‌های مختلف سالن‌های طراحی شده به نمایش گذاشته شده و نشان‌دهنده تلاش مردم ایرانه و نشان‌دهنده چگونه شگیری ایرانه و اینکه ایران کجاست. این مجموعه بازدیدکنندگان را به سفر به یکی از تمدن‌های باشکوه تاریخ می‌برد. بیش از 400 اثر ریشه مشترک فرهنگی بشریت را به نمایش می‌گذارند. تالار هنر نزدیک به 3 سال این آثار را در ایران برای این نمایشگاه گلچین کرد. این یک همکاری فشرده و عمیق بود که چندین سال طول کشید. من چندین بار به ایران سفر کردم و با همکاران ایرانی نه تنها در تهران بلکه در موزه های شهرها و روستاهای دیگه همین آثار رو جمع کردیم. مسلمه که این همکاری و سفرها باید چندین بار تکرار می شد. آثار رو تعویض می کردیم یا مثلا در موزه دیگری اثر می یافتیم که به کانسپت کار ما بیشتر می خورد. در مجموع همکاری بسیار فشرده و عمیقی بود. یکی از بخش‌های این نمایشگاه آثار مهم کشف شده در جیرفت هستند. در هزاره سوم پیش از میلاد، ظروف تراشیده شده از سنگ صابون با نقوش تزئینی خارق‌العاده در سراسر جنوب غرب آسیا رایج بودند. 16 سال پیش در جیرفت در طی یک عملیات پلیس این آثار را که دزدیده شده بودند کشف و ضبط کرد. این آثار چه اهمیتی دارند؟ مجموعه جیروف مجموعه بسیار مهمیه که قدمتش به 3000 سال قبل از میلاد مسیح میرسه. این زمانیه که معاملات بازرگانی تازه رایج شده بود، به خصوص بین کشورهای همسایه. اینجا و همینطور تو ویترین مقابل میتونیم این آثار رو ببینیم. این آثار از سنگ لاجورد ساخته شدن که از افغانستان میاد. سال 2001 برای اولین بار این آثار در بازارهای بین‌المللی ارائه شدن و پلیس اونها رو ضبط کرد و سازمانهای مربوطه در ایران هم به سرعت عکس‌العمل نشون دادن. ولی متاسفانه باز هم اطلاعات مهمی از دست رفتن که اگه این آثار از طریق عملیات باستان‌شناسی کشف می‌شدن، ما حالا به اونها دسترسی داشتیم. ما گروهی اومدیم اینجا به اتفاق دوستان و معلم کلاسمون و همه جاش برای من جذاب بود، جالب بود و راستش بخوای خیلی از قسمت‌هاش رو من اصلا کلاً هیچ وقت نشنیده بودم راجعش. مثلا قسمت اون شهر کوچیک حسنلو من واقعاً هیچ وقت نشنیده بودم. برام خیلی جالب بود این قضیه که اینجا تو آلمان و یه آقای آلمانی داره واسه من توضیح میده. این خیلی جالب بود برام. واقعاً باعث افتخاره که بالاخره کشور خودمون نیست ولی انقدر ارزش قائل شدن که بیارن این وسایل رو نمایش بدن. از کدوم قسمتش خوشتون اومد؟ اون قسمت توکنش خیلی جالب بود برام. در قسمت دیگری از نمایشگاه به سیستم شمارش از قرن چهارم قبل از میلاد برمیخوریم. مهرهای کروی شکل سیستم دیوان سالاری یا بوروکراسی آن زمان را به نمایش میگذارند. در دولت‌ها و ایالات آغازین هزاره چهارم پیش از میلاد، مؤسسات مرکزی به تقسیم کار و کالا نظارت می‌کردند. اونا از سیستم ویژه‌ای برای ثبت مقدار و میزان کالاها استفاده می‌کردند. سنگ‌های شمارشی مرسوم به توکن. هر کدوم از این سنگ‌ها کالاهای معینی رو مشخص می‌نمودند. به طور مثال تعداد حیوانات یا مواد غذایی که فروخته میشد با این توکن ها شمارش میشدند و در درون این کره های خاک روسی حمل میشدند.
از جمله آثار برجسته این نمایشگاه میتوان به قطعات کشف شده از قبور دو شاهدخت ایلامی اشاره کرد. آثاری که اینجا می‌بینیم به شکل اتفاقی پیدا شده بعد از اینکه یک بولدوزر هنگام خاکبرداری به این قبرها برخورده. توی این ویترین دقیقاً چه چیزی رو می‌بینیم؟ درسته، سال 2007 به شکل اتفاقی یکی از این ماشین‌های خاکبرداری به قبرها برخورد کردن. اینا قبرهای دو شاهدخت ایلامی هستن که قدمتشون به قرن ششم قبل از میلاد میرسه. ما برای این اینقدر مطمئن هستیم چون درون این آثار خطوط و حکاکی‌های وجود دارن که این مسئله رو تایید می‌کنن و اینکه این شاهدخت‌ها دقیقاً به چه خانواده‌ای تعلق داشتن. برای اولین باری که این آثار در جهان به نمایش گذاشته میشن، این آثار در تهران کاملا محفوظ نگه داشته شده بودن. برای ما باعث افتخار بزرگیه که میتونیم آثار رو برای اولین بار اینجا در شهر بن به نمایش بگذاریم. خیلی خوبه، ایرانی ها و مردم اطراف باید به خودشون ببالن. باور نکردنیه که مردم در اون زمان هزاران سال پیش توانایی ساختن چنین آثار هنری رو داشتن. خطایی که از اون زمان هستن برای من خیلی جالبه. به این مسئله باید به اندازه کافی اشاره کرد که این یه بخشی از تاریخ فرهنگی بشریته. همون موقع اینجا مردم به جای لباس پوست به تن میکردن و تو جنگل زندگی میکردن. خیلی خوبه که ایرانی ها و بقیه این آثار رو میتونن ببینن. Ich finde sehr gut, dass auch die Iraner und die Nachbarvölker diese Ausstellung sehen können. حدود 3000 سال پیش شهر حسنلو در طی نبردی نابود شد و بخشی از این شهر در آتش سوزی از میون رفت. کشف این جام زرین هم داستان جالبی داره. جام زرین حسنلو یک داستان خاصی داره. چطور میتونیم بفهمیم که این داستان واقعیت داره؟ حسنلو ist eine sehr gut dokumentierte archäologische Grabung, die von Anfang an begleitet und dokumentiert. حسنلو داره یه تاریخچه باستانشناسی موثق و مکتوبه که از ابتدا به دقت و مرحله به مرحله ثبت شده. ما میدونیم که حسنلو 800 سال قبل از میلاد در طی نبرد نابود شده و بخشای مهمی از شهر هم در آتش سوخته. زنها و بچه‌ها تو حیات قلعه جمع شده بودن و در جستجوی راه فرار بودن و همونجا هم قتل عام شدن و بعد غارت شهر شروع شد. این داستان این جام زرینه که تو دستای سرباز پیدا شد که خودش بعد از دزدیدن جام از طریق ریزش دیوارها کشته شده. باغ ایرانی قسمت برجسته دیگری از این نمایشگاه است. اولین باغ‌ها در ایران ساخته شدند. آن زمان از آنها به عنوان مکانی برای گریز از خشکی و داغی هوا استفاده می‌شد. در سال 2011، 9 باغ ایرانی از سوی سازمان یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت شدند. اینجا مثل بهشت میمونه. جالبه بدونین که کلمه بهشت یا پارادیس برگرفته شده از کلمه فارسی پردیسه. باغ ایرانی مورد الگوبرداری باغ‌های بسیاری در سراسر جهان قرار گرفته. نمایشگاه ایران فرهنگ و تمدن‌های نخستین میان آب و بیابان رو از دست ندید.